سلام تمام هموطنان گلم که در هر گوشه و کنار از وطن عزیزم هستن و خدا کنه که جور صحتمند و سرحال باشن و مثل روزهای همیشه و همیشه در کنار ما باشن تا نیم ساعت که ما هم همه روزه باشیم و عزیزان یک جا هستیم. سلام بشیر، عصر بخیر. عصر شما بخیر و عصر همه بیننده تلویزیون یک بخیر. خدا کنه که جور صحتمند باشن. عزیزا باز هم برنامه آشپزی است و امروز آشپزی را با یک غذا بسیار خوب و وطنی استفاده آماده میکنیم. یعنی ما میخواییم که یک غذا بسیار خوب وطنی خود ما را آماده بسازیم. او هم چبلی کباب قسمه که کسایی که فرمایش گذاشته بودن گفتن که برای ما آماده بساز، ما میخواییم برشون آماده کنیم. اما ساختن این کبابی که آماده میکنیم بسیار آسان است و زیادتر کسا میتونن با ذائقه بسیار خوبی را آماده بسازن. و طعم اصلی این کباب را که آماده میسازیم گشنیز خشک یا دانه گشنیز داره، چی به شکل پودر باشه و چی به شکل دانه دار. او کسایی که خوش ندارن که دانه دار باشه میتونن به شکل پودر آمادش کنن و استفاده کنن. ولی تا جایی که مزه کردیم و دیدیم این چبلی کبابی که آماده میسازن اگر دانه گشنیزش درست باشه بسیار خوب میشه. پس ما ببینیم که هر کدامش داش پس خانه داشتیم و میتونیم از استفاده کنیم و ای که همراه با کدام سبزیجات همراه با کدام مواد آماده میشه و چقدر مخلوط میشه در جریان برنامه میبینیم و به چه شکل آماده میشه. ولی پیش از اون میریم یک بار مواد لازم میشه میبینیم و برمیگردیم. چپلی کباب، گوشت کوبیده شده گوساله، مرچ خشک جوکوب، زرد چوبه، مرچ سیاه، پودر سیر، پودر زنجبیل، نمک، ریحان، ریز میری، پیاز، مرچ تازه سبز، گشنیز تازه، بادنجان رومی، مرچ دلمه سبز، سرکه، سیر، لیمو، تخم گشنیز، رواش، نعنای خشک، رب و لیمو. این هم بود مواد لازمه چپلی کباب که دیدین. امیدوار هستم که شما هم زمان که آماده میکنین موادایش با دقت نوت کنین و به ذهنتان داشته باشین که فراموشتان نشه، و یا هم قسمی که دوست دارین بشی برتون آماده میکنه با او قسم آماده کنین کنم مواد فراموشتان نشه یا موادش از پیشتان چپ و غلط نشه. میریم به طرف بشیر که کارهای خود از کجا شروع میکنه؟ کارا رو از دستکش شروع میکنیم. روز کارهای تو از دستکش شروع میکنی بشین؟ خوب است، همراه با دستکش باید که همیش غذا را آماده بسازیم. خب اگر تنها می باشیم در خانه ضرورت به این نیست که دیسکش جدی سپورت کنیم، ولی اگر بر فامیل آمده می سازیم یا جای دیگه می باشیم باید دیسکش باشیم. اگر دیسکش باشه رقم بهتر میشه و می توانیم یک غذای خوب برای خود آماده بسازیم. گوشت را که امروز انتخاب کردیم گوشتی است که چربی زیادتر داره. گوشت گوساله است که باید تمام چرب باشه، هر چی چربی زیادتر باشه همونقدر بهتر خوبتر آماده میشه. و گوشت اضافه میکنیم داخل یک کاسه مکمل باید که از ماشین کشیده شده باشه. و اینجا ما یک کم تخم گشنیز است. از تخم درست گشنیز اگر می بود بسیار خوب می شد. پس نداریم که نیست، فرق نمی دارم. ازیش استفاده می کنیم. و می فهمی یک چیزی که زیادتر چبلی کباب و مزه‌دار می سازه مرچ خشک جوکوب است. از این هم استفاده می شه. و این چبلی کبابی که امروز آماده می سازیم نسبتا نظر به دیگه کباب که آماده می سازیم و نظر به گوشت دیگه یک کمه که فرق داره. میخوایم تند آمادهش کنیم اکثرا، به خاطر کمی متوجهش باید باشیم. یک کمه که زرد چوبه اضافه میکنیم به خاطر بویش که باید تو باید تخریش بدیم. و این هم مرچ سیاه از این خوب باید داشته باشه. نمک از بنظرم، پودر سیر، چیزی که تیار اجازه زیر دست ما سوال از یوسف میکنیم. کمه که پودر سیر اینجا جوش میگذاریم. پس پودر زنجفیل برای آماده ساختن گوشت بسیار خوب است. یک کمک از این هم استفاده میکنیم به اندازه یک قاشق چایخوری و نمک. و میفهمی بشیر زنجبیل یک خاصیت و یا هم یک عادت خوبی که داره ای است، زمان که ما ایره در غذا استفاده میکنیم تا آخرین لحظه که ما غذا را میخوریم بویش در غذا باقی میمانه. 100% بویش میمانه به خاطر اینکه فواید بسیار زیاد هم داره، طعم بسیار خوبی داره
و خوشبوی زیادتر داره. کسی که تکلیف معده داره برای سونا فایده میرسونه، اسید معده رو کم میکنه. بعضی کسا میگن که اگر ما از زنجبیل استفاده کنیم اسید معده ما زیادتر میشه. نه خیر، اسید معده کم میکنه، زخم معده رو کم میسازه و باعث بهبودش میشه. و همچنان کسایی که میخواین که از سوزش معده بیغم شن میتونن از چای زنجبیلی هر روز استفاده کنن، حتی باد معده رو هم از بین میبره. خب بیام نوبت به ریسمنی میشه. اینه خب من همیشه گفته بودم که در هر گوشتی که من میخوایم که آماده بسازم باید که روزمری داشته باشیم. و گرچه ریحان در لیست نیست، ولی ما میخوایم امروز کمی استفاده کنیم ریحان. ریحان کمی که به خاطر خوشبو ساختنش میتونیم که ما دی سبزی استفاده کنیم، دی گوشت، تا بوی خوبی داشته باشه و ذائقه بسیار خوبی داشته باشه. حالا نوبت سبزیات دیگه‌اش میرسه که ما داخلش استفاده میکنیم. یکی خو از پیاز شروع میکنیم. یک دانه پیاز، مرچ تازه سبز فراموش نکنی، گشنیز تازه و اندازه اگر باشه بهتر است. و بادنجان رومی، زیادتر کسا از نوش پیاز استفاده میکنن. میتونیم از نوش پیاز هم استفاده کنیم، ولی به شکل وقتی اگر نباشه چی کنیم؟ که نباشه هیچ فرق نمیکنم. ما میتونیم که از این مواد استفاده کنیم. و مرچ دلمه هم است. مرچ دلمه را اضافه میکنیم داخلش تا یک مزه خوبی داشته باشن. حالا ما از مرچ تازه شروع میکنیم. این را میخواییم که به شکل بسیار نازک نازک و به یک اندازه همیشه ببریم. به خاطر از این وقتی که همراه با هم مواد مخلوط میشه باید خوب مخلوط شود، خوب لط زده شود و تا وقتی را مخلوط کنیم که پروتینی شود. یا براتون خلاصه بگیریم به شکلی که همه مواد با هم بچسبن. یا مرچ تازش، تازش که واقعا طعم خوبی داره و غذا رو بسیار خوشمزه میسازه. و این هم گشنیز. گشنیز ما از قسمت ساقش زیادتر میگیریم. این هم فواید بسیار خوبی داره و گوشت بسیار خوشبو و خوشطعم میسازه. و این هم و بشید امو تفاوت که گفتی که با دیگر چپلی کباب خواه تفاوت داره، تفاوت شاندری هست. همیشه که ما از بازار خریداری کردیم، از رستوران و یا هم در خانه آماده کردیم، چپلی کباب خالص گوشت بوده. و یک بشیر همیشه در برنامه برتان پیشنهاد میکنه گوشت، مثلا گوشت گوساله باشه، گوشت گوسفند باشه، گوشت مرغ باشه، تنها نخورین. اگر امروش ترکاری باب هم استفاده کنین در غذایتان بخورین، واقعا که هم ذائقهش دوچند میشه و هم فوایدش دوچند میشه. و چپلی کباب که امروز بشیر هم آماده میکنه، ببینین که در امروش ترکاری باب هم به مقدار که گوشت و به مقدار ترکاری باب هم است. و تا زمانی که موادهای بعدی آماده میشه یک وقفه میگیریم و دوباره به آشپزی برمیگردیم. با شما هستیم از و بخش دوم برنامه است. نوبت پیاز است. پیاز هم خوب میده میده میکنیم، خوب نازک نازک آمدش میکنیم، کلان کلان نباشه. وقتی که اگر بخاطر که چپلی کباب از دیگه نباشه باید موادش قد زیاد بزرگ برش نشه، خوب میده میده شد تا همراه با گوشت یک جا به شکل بسیار خوب درست مخلوط شد. اگر این رقم کلان کلان باشه باز در قسمت دو بعد میگم نه وقتی که آماده میشه بعد به می خاطر خوب مخلوط هم نمیشه، به خاطر باید که خوب میده میدهش کنیم. با زمان که خدا سرخ میکنه بشید پیازو که در داخل گوشت اضافه میکنی خدا او نمیکنه، قدر او نمیکنه بخاطر با گوشت ترکاری باب دیگه به شکل آماده شوه که آبش همراه با گوشت مخلوط شوه و گوشتش یا خود پیاز همراه با مواد یک جا باشه. به این خاطر ما میخوایم نازک نازک و به شکل برقی نازک آماده شوه. و بادنجان رومی را میخوایم یک کمی کلانتر آماده بسازیم. وقتی گوشت هم آماده میسازیم مخلوط میکنیم، بادنجان رومی خودش کاملا میده میده میکنه خود، یعنی همراه با گوشت یک جا مخلوط میشه. این بادنجان رومی یک کمی که دیگه اضافه میکنیم داخلش. این بادنجان رومی، یک کمی مرچ دلمه. ما گفتم براتون همیشه ما عادت دارم که هر گوشتی که آماده می‌سازیم و داخلش باید سبزی داشته باشیم. این هم نازک نازک برش میشه و پس دوباره بسیار خرد خرد آمدش میکنیم. همین اندازه همش آماده میشه و خلاص کارش تمام. خب، یام آماده شد.
بعضی کسا میگن تو اگه جنجال و قدر تکلیف دیده چرا از بازار خریده نمیکنی؟ خب کسایی که خوش دارن یه بشه زیاد جنجالی نیست نه؟ خب جنجال شمیست که همه مواد از زیر کاماده میسازیم تا داخلش اضافه میشه و یک جنجاله که دیگه عزیز که مخلوط کردنش هست باید که خوب زیاد مخلوط شد تا بهتر خوب تر آماده شود به این خاطر یک ذره جنجال داره و زیادتر کسا تخم مرغ اضافه میکنن اصلا نباید اضافه کنیم به خاطر از اینکه طعمش تغییر میده و یک کمی که سرکه اضافه میکنیم همراه با گوشت سرکه باشه بهتر است خب هم مواد شد مصالحش اضافه کردیم و پیاز مرچ دلمه گشنیز و یک چیز دیگه مان قریب که فراموشم شده لیمو سیر بشیر گفتی که تخم اضافه نمی کنی نه؟ بله اگر تخم اضافه نکنی پاش نمیشه؟ نه خیر همراه با گوشت وقتی رقم آمادش کنیم پاش نمیشه به شرطی که پیازش از پیش مسیات نشه و اگر از پیشان پاش شد و دیدن که خراب شد به جای تخم مرغ میتونن که از آرد نخود استفاده کنن آرد نخود پس دوباره بستش میکنه و کاملاً به شکل خوبی آمدش میسازه ولی اگر تخم مرغ اضافه کنن تخم مرغ در غذاهای استفاده کرده میتونیم که آب نداشته باشه ترش نباشه داخل از این غذا ما از آب لیمو هم از سرکه هم استفاده کردیم و خود پیاز هم آب داره و دیگه موادی که داخلش از خود بادمجان می آب داره این هم از این باعث از این میشه که کمک که گوشت خام بوی بسازه خصوصا وقتی تخم مرغ اضافه میشه به خاطر تخم مرغ نباید اضافه شه بسیاری است که باید میگه تخم مرغ اضافه شه طبعا دیگه خود گوشت همراه با ترکاری باب خود جمع میکنه و سرخ میشه حالا نه تیت میشه نه پاشان میشه و نه دانه دانه میشه که ممکنم تشویش داشته باشیم و این سیر که به شکل دانه دانه آماده ساخته میش کاملا به شکل خوب آماده شد و اینا رو آماده ساختیم پیش از اینکه کاملا مخلوطش کنیم یک بار مثل میز که گدوت باشه هیچ کار گدوت باشه دیگه نمید. هیچ مزه نمیده آماده ساخته نمیخوام باید که همش جمع شه خب اینو تا این قسمت آماده ساختیم و حال نوبت مخلوط کردنش میفهمی مخلوط کردن زی رول اصلی شده داره کسایی میگن که از پیش ما پاش میشه پس بفهمی که خوب مخلوط نشه هر چی مخلوط شه اونقدر خوبتر میشه اگه در مخلوط کردن زی حتی نیم ساعت هم بگذره اونقدر خوبتر آماده خوب میشه خراب نه خوب آماده میشه خب حالا هم نوبت عزیز که مکمل سبزیجات که داخل از می باشه باید ایره همراه با گوشت یک جا مخلوط کنیم که هیچ سبزی از تو درست دیده نشه مالم دیشه که همراه با گوشت کاملا چسبیده خب یک خوشبوی بسیار خوبی می فیلن داره بله چون مسئله باب هم خوشبویش دو چند کده بیبی اگر همین لازم ما آماده بسازیم همه زی به شکلی است که پاشان میشه پاش میشه ولی بعد از گذشت تقریبا 10-15 دقیقه مخلوط کنه یا داخل ماشین است که به شکل خمیر آماده میسازه داخل از اگر اضافه کنی این به شکل خوب آماده میسازه و بعد از کمی همراه با دست مخلوطش میکنیم و خلاص این رقم خوبتر آماده میشه هر چی مخلوط شه اون قدر خوبتر آماده میشه حتی چپلی کباب نه که کوفته را وقتی که آماده میسازیم باید که همین رقم آماده شود در کنار از ما میتونیم سالاد هم داشته باشیم یک سالاد بسیار خوب و لذیذه که همراه با پیاز بادنجان رومی و کمک نعنای خشک آب لیمو یا سرکه روغن زیتون ما میتونیم بر خود آماده بسازیم کمک مرچ سیاه و نمک همیشه مخلوط کرده یک سالاد بسیار خوب آماده میشه پس اگر وقت داشتیم انشالله همراه با این چپلی کباب بسیار خوب یک سالاد بسیار خوب هم داشته باشیم به شکل سالاد افغانی خودمان ولی با کمی تغییرات و با کمی ذائقه خوبش آهسته آهسته کمی کمی خود بسته میکنه همه سبزیجاتش آماده میسازه خود وقتی که این رقم مخلوطش میکنیم سبزیجات آبش بیرون شده همراه با گوشت یکجا مخلوط میشه و همچنان گوشت خود بسته میکنه و هر بار که مخلوط میشه بشیر متوجه هستی مواد خود جمع کرده میره آهسته آماده میشه تقریبا چند دقیقه که کار داره آماده میشه و این رو میفهمی که اگر این رو حال آماده بسازیم و بگذاریمش به چند دقیقه یک ساعت دو ساعت حتی یک روز اگر این رو بگذاریم دیگه او وقت باز خوشبویزی بسیار زیاد میشه و یک کباب بسیار خوبی ما میتونیم بر خود آماده بسازیم حتی همی گوشت ما میتونیم بالای کوری آتش آماده بسازیم به شکل شامی چه قسم یادیم بالای کوری آتش آماده کنیم بشیر؟ خب میتونیم که داخل سیخ زده و
پختش کنیم. یه رقم هم یعنی اگه داخل سیخ هم کنیم نمیفته از سیخ مشکل نیست. به خاطر از یک روز پیش اگه رخته شد همین قدر خوبتر آماده میشه. هر چی مخلوط شه اون قدر بهتر آماده میشه. خب خب دیگه مونده ساختمان رو بخی. به می اندازه کافیز برش. میگه میگه ما مخلوط کنمش. نه بس شد دیگه. خب خیلی برای تو مانده شدی یک وقفه میریم و در وقت اخیر برمیگردیم. در ادامه آشپزی هستیم، بخش اخیر است و چپلی کباب هم 4 عددش آماده شده و در کرایی است. قسمی که شما میبینین کاملا آماده شده بشیر یا باقی مانده که باید دیگه هم سرخ شد. خب ده جران وفا یک دسته دنش انداختیم، گفتیم که پخته شوند و یک دو دنه دیگه ایشان مندازیم تا آیسته ایسته اونا هم پخته شوند. خب اینه که آماده شده، این را هم از داخل برای بیرون میکنیم به خاطر ازی که از اینکه زیاد پختش نمیکنیم، از اینکه زیاد سرخ شد و خوب نیست نیمشید، از اینکه زیاد سرخ شد و بازگوشت میسوزه دیگه فایده نداره که گوشت سرخ شده را برای خودم سیاه میکنه، باید که به اندازه آماده شود. خب اینجا چند دانه دیگه کس اینا را و آماده میسازیم. شما در بعضی چپلی کباب فروشی دیدی که فقط گوشت با یک دست خود میگیرن داخل کاری میمونن و هموارش میکنن آماده میسازن. خب اونا فرق میکنه، اونا کاری کلان است و گوشت نرم آماده میسازن، پیاز زیادتر و بعد از او فقط گوشت داخل روغن انداختن و هموارش میکنن، رخصتش میکنن تا وقتی که آماده شد. خب فرق نمیکنه، ما بیرخم امرو با دست خود خب یک سایز یک اندازه آمادهش میکنیم، بعدش یک کمی هموارش میکنیم و پخته میسازیمش. بس کارش تمام است. خب همکارا میگن که امروز ما میخوایم که مهمان چپلی کباب باشیم، به میخاطر همکارای ما هر روز مهمان ما هستن بشیر جان. نه خوب است هر روز مهمان دار هستیم، هر روز ما مهمان دار هستیم دیگه. شم قسمت نمی قسمت ظرف دور میکنیم به خاطر از اینکه از اون ظرف دیگه ضرورت نیست. بله این هم پیاز، یک دانه پیاز، یک دانه لیمو، یک دانه بادنجان رومی. لیمو رو به خاطر تزیینش میخوایم که لیمو داشته باشیم. میره میفهمی که در هر غذایی که چرب میباشه ما باید لیمو داشته باشیم. بله و اگر دوست دارین همیشه با اشتها باشین در هر غذایتان، یعنی روز دوقفه هم حتی اگر میتونین در صبحانیتان از بادنجان رومی نوش جان کنین که بسیار هم فواید زیاد داره و هم در این فصل زیادتر شما را اشتهایتان زیاد میکنه. خب کسایی که اشتهایشان زیاد است بابا چی کنن سارا جان؟ کسایی که اشتهایشان زیاد است لیمو زیاد بخورن. بیخی از بعد بتر اشتهایشان زیاد شود. یام بادن جان رومی این را هم به می اندازه خورد خورد آماده می سازیم و یا پیاز سرخ همیش به سالاد استفاده کنید، چرا که تندی ازی نظر به پیاز سفید کم تر است. رنگش هم مقبول میکنه نی باشی؟ رنگش هم مقبول است. بله مرچ هم بتم باشین، مرچ تازه اگر میخوای که تندش کنیم میشه که مرچ تازه خوب است. رنگش هم مقبول میکنه نی؟ یک ظرفی را میگیریم که داخل از یه نقطه خوب مخلوطش کنیم. خب یه پیاز، این هم مرچ، دلمه زرد هم بتون میانه باز زیاد میشه، زیاد میشه. خب بیام همین اندازه آماده میسازیم، یک کمه که از این مواد شد و مرچ دلمه سبز داخل سالاد باید که چی می داشتیم؟ 100% باید که از بادرنگ می داشتیم، ولی داخل یخچال نبود یک روز. فرق نمی کنه، این نمیشه که ما بگیم که وقتی بادرنگ نباشه ما نمی تریم ترکاری آماده کنیم، ترکاری یا یک سالاد خوب برای خود آماده بسازیم. به جای ترکاری، به جای سالاد ما می تونیم که از کمکی رواش آماده بسازیم. رواش ایران باید که این رقم سرسه کنم ایران پایینوانش که ایسر کم کنم بسیار یه رقم با تکلیف هستن امرای ازو. خب یک کمی روش رو اضافه میکنیم، میخواییم که کاملا ترش باشه.
اینا آماده شد. یک کمک نمک اضافه میکنیم. مرچ سیاه کجاست که اینجاست؟ کمک مرچ سیاه بسیار کم. نانوی خشک. نانوی خشک اینجاست. این نانوی خشک هم مثل یکان مادر کلان آورد داخل پلاستیک برداشتیم. همین رو میخواستم بگویم. خوب است که خودت یاد آور شدید. خوب است. هر رقمی که ما میفهمیم که خوبتر نگاه میشه باید کم رقم نگاهش کنیم. این رقم بهتر است، خوبتر و خوشبویش هم میباشه. خب تا که یک مرتبه نک پیدا کنیم یک کمک نانوی خشک هم داخلش اضافه میکنیم. پس دوباره پلاستیک بسته میکنم و این را در جاش بارم که خراب نشه. پس خب این الماری را که میبینیم مکمل مساله است، همش مساله که ضرورت داریم. و حال نوبت چیست؟ آب لیمو. آب لیمو همراه با روغن زیتون. آب لیمو کمتر، خدر زیاد نی؟ بله. و هم روغن زیتون همین اندازه. اگر دوست ندارین که روغن اضافه کنین، اگر اضافه هم نکنین مشکل نیست. بس ما میگم اگر اضافه کنین خوبتر است و فایده زیاد داره نی؟ بله، فایده زیاد تر است. چون روغن زیتون هم زیتونش بیشتر از چربیش فایده داره زیاد. خب یام سالاد غذا کاملا آماده است. آماده است، بله. یک کمی از این سلات کنارش رو اضافه میکنیم. چپلی کباب، گوشت کوبیده شده گوساله، مرچ خشک جوکوب، زردچوبه، مرچ سیاه، پودر سیر، پودر زنجبیل، نمک، ریحان، ریزمیری، پیاز، مرچ تازه سبز، گشنیز تازه، بادنجان رومی، مرچ دلمه سبز، سرکه، سیر، لیمو، تخم گشنیز، رواش، نعنای خشک، رب و لیمو. هم غذایی که امروز آمده ساختیم چپلی کباب پای بسیار مزه‌دار و لذیذ و تندار و بسیار. بله، این هم چپلی کباب با ترکاری که بشیر امروز براتون بسیار عالی فوق العاده پاک و مزه‌دار با مزه خاص خودش را آماده کرده. شما هم میتونید که همروز در خانه هایتان آماده کنین، از خریدن زیاد غذاهای بازاری بی‌غم میشین. تا فردا که باز هم بشیر براتون یک غذای کاملا جدید در تقسیم اوقات آشپزخانه‌تان اضافه میکنه. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. بقیه اوقاتتان خوش، موفق و سربلند باشین. بله زا، تا برنامه بعد باز هم شما را به خدای پاک بی‌نیاز میسپارم. شاد و موفق و خوشحال باشید. خداحافظ شما.